بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بتهارة الثوب الذي تارت الذبابة عن النجاسة إليه بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة همان تورك مستهزر هستيد در نعم بقي هنا شيئون شيخ رِضْوَانُ الله عليه نقطة مهمة را مطرح نکته این بود که شاید علت اختلاف فقه ها در عمل به اصل مثبت برگشت به خفای واسطه و جلاء واسطه داشته باشد یعنی اونهایی که به اصل مثبت عمل کرده اند در اون موارد معتقد به خفای واسطه بودند در حالی که علل القاعده همه این بزرگواران حجیت اصل مثبت را نمیپذیرند این صلحی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میانی نافین مثبتین انجام دادن بعد فرمودن ما مواردی را داریم که در اون موارد از نظر عرف واسطه چندان تأثیر ندارد در واقع احکام شرعی احکام شرعی خود مستصحب هستند گرچند با دقت عقلی قابل انتصابی به واسطه هستند ولی چون ملاک ما ملاک عرف هست و در واقع برداشت عرف در ارز کنم اخبار استصحاب بیت القصید استنباط ما را تشکیل می دهد و همین جهت تا اونجایی که عرف واسطه را حذف بکند و از سر دقیق عقلی واسطه را و زل واسطه که مستصحب باشد نسبت بدهد در چنین حالات و موارد ما استصحاب را حجیت استصحاب را میپذیریم این فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه در ادامه بعد از آنی که مورید اول را شیخ نقل کردن می رود به سراغ مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا که فرع را از مرحوم محقق نقل می کند محقق صاحب شرائع بعد از آنی که این فرع را از محقق نقل می کند خود شهید اول هم این برداشت محقق یا استنباط محقق را تایید می کند بعد از نقل این مطلب شیخ رضوان الله علیه به تحلیل می پردازد که بر اساس یک تحلیل در اینجا خفای واسطه باعث فتوا شده است و در واقع چون واسطه خفی است از نظر عرفی لذا این فتوا یا این استنباد اشکالی نخواهد داشت اصل مسئله این هست که اگر کسی عرض کنم خدمت با سعادت شما لباس پاک داشته باشد مثلا این عبای من پاک و نظیف هست پاک شرعی هست اگر ببینم که یک پشه روی نجاست نشست بعد همون پشه عرض کنم پر کشید و آمد روی عبای من نشست حالا شک میکنم که آیا این عبایم نجیش شد یا خیر شر شک میکنم چون با چشم سرم دیدم که این پشه روی نجیس عین نجیس نشست و همین پشه بینی آمد روی عبای من هم نشست این احتمال مرود که عبای من نجیس شده باشد مرحوم محقق اینجا فتوای به تهارت عبا می دهد و معتقد است که عرض کنم خدمت با سعادت شما همچنان این عبا پاک هست چطور قبل از نشستن پشه پاک بودن حالا بعد از نشستن پشه هم پاک هست به خاطر که ما یقین بر رطوبت پشه نداریم در واقع پشه بعد از آنی که روی عین جاسد نشست و بلند شد آمد روی عبا با توجه به کمی رطوبت احتمال می که در اسناع راه و پریدن کلا خشک شده باشد و اگر خشک شده باشد مستحضر هیچگاه نجاست از چیز خشک به چیز خشک دیگر سرایت نمی کند خب این مسئله را وقت شهید اول از مرحوم محقق نقل می کند خودش هم می میفرماید این فتوا فتوای خوبی است شیخ رضوان الله علیه اینجا ارز کنم به علت این فتوا میپردازد به دلیل این فتوا میپردازد چرا بزرگی مثل محقق یا بزرگی مثل شهید اول این فتوا را پسندیده شیخ میفرماید یا علتش این هست که بگوییم اصلا این استصحاب ما اینجا کارایی ندارد چرا کارایی ندارد خاطری که من سابقا یقین داشتم که ارز کنم خدمت با سعادت شما این پشه به اصطلاح ارز کنم مرتوب بود فعلا شک دارم که در وقت ارز کنم نشستن روی ابایم رطوبتش باقی بود یا نه استصحاب میکنم بقای رتوبت را استصحاب بقای رتوبت پشه نفس این استصحاب رتوبت باعث نمی شود که به این نتیجه برسیم که عبا نجیش شد بلکه چاره ای نداریم جز این که عرض کنم خدمت با صاد شما اینجا چی رو بگوییم؟ بگوییم سرایت کرد نجاسه از پشه به عبا پس سرایت که اینجا واسطه باشد حذف شده است اهل عرف براحتی اینجا واسطه را یا عرض کنم اثر را که نجاست عبا باشد به خود پشه نسبت میدهند بر رطوبت پشه نسبت میدهند و هیچگاه نگاهی به سرایت ندارند لذا هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید و حکا فی ذکرا حکایت نموده از شهید اول در کتاب ذکرا از محقق اول تعلیل حکم را علت آوردن حکم را به پاک بودن لباس که تارت زبابه پر کشیده از پشه از نجاست یعنی با داشتن نجاست و سمت اون ثوب و لباس یعنی رفت روی عرض کنم عبای من نشست با اینکه قبل از این یک لحظه قبل روی نجاست نشسته بودن در عین حال مرحوم محقق فتوای به تهارت داده است و شهید اول هم این را میپسندد در مقام تعلیل فرموده است به عدم جزم و یقین به بقاء رطوبت زبابه شهید اول فرموده است ما یقین نداریم که مرتوبیت این پشه باقی باشد چون یقین به بقاء رطوبت نداریم در نتیجه ارز کنم حکم به نمیتوان کرد و ارتزاه و و رضایت داده از شهید اول و همین ارز کنم فتوای مرحوم محقق شیخ در مقام استدلال و تحلیل می فرماید فتوای این بزرگان فیحتمل ان یکون احتمال می رود این که باشد علت حکم چی باشد لعدم اثبات الاستصحاب و خاطر عدم اثبات استصحاب مر وصول رطوبت را مر رسیدن تری را به لباس کما ذکرنا در واقع ارز کنم خدمت با سعادت شما اینجا وقت شما استصحاب میکنید بقای رطوبت را و در نتیجه فتوا میدهید به سرایت نجاست به عبا شیخ میفرماید گو این که عرض کنم خدمت با سعادت شما چون این استصحاب اصل مثبت بوده اند به خاطر همین است که شهید اول و محقق به این ارز کنم استصحاب اعتنا نکردن یعنی گفتن درست است که استصحاب بقای رطوبت زبابه جاری می شود ولی در این حال ارز کنم استصحاب بقای رطوبت به تنهایی نجاست را نتیجه نمی دهد. باید سرایت نجاست را از پشه به عباق استنتاج بکنیم مستقیم به عنوان لازم عادی بعد از آنی که سرایت را استنتاج کردیم اون زمان است که نوبت به سر شرعی میرسد که همون نجاست باشد مثلا در حالی که این استصحاب استصحاب مثبت هست و اصل مثبت از نظر ما اعتبار ندارد وقتی اصل مثبت اعتبار نداشته باشد پس فتوای محقق بجا هست این که محقق نه نخیر عبای شما همچنان پاگ هست چون دلیل بر نجاست عبا در اختیار ما نیست نه یقین داریم نه استصحاب اینجا ممید ما هست چون اصل مثبت هست لذا مفرماید فیحتمل ان یکونه پس احتمال داده می شود این که باشد ارز کنم این علت به خاطر چی این پاکی به خاطر چی به خاطر عدم اثبات استصحاب مر وصول رطوبت را به صوب که ذکر کردیم دلیلی نداریم که رسیده باشد وقتی نرسیده باشد پس در نتیجه عرض کنم حکمی به پاکی می شود این یک احتمال احتمال دیگری را که مرحوم حقی شیخ مطرح می کند این است که و یحتمل و ان یکونه احتمال می رود این که باشد حکمی به تهارت این که دو فقیه بزرگ اینجا فتوایی به تهارت دادن به خاطر چی؟ لمعارضتهی به خاطر معارضه اون استصحاب بقای رطوبت و استصحاب تهارت صوب بالاخره این صوب این عبای من که قبل از نشستن پشه پاک بود یقینا فعلا شک دارم که تهارتش باقی هست یا نه استصحاب میکنم بقای تهارت صوب را پس استصحاب بقای تهارت صوب با استصحاب بقای رطوبت پشه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن وقتی ارز کنم هر دو تساقط کردن قاعده تهارت اینجا حکمی و پاکی لباس یا عبا خواهد داد و احتمال می رود این که باشد به خاطر معارضه استصحاب ارز کنم رتوبت به استصحاب تهارت صوب به خاطر اغماز از قاعده حکومت بعض استصحابات بر بعض دیگر البته اعتقاد به تعارض فرع بر این است که ما اصل سبب و مسببی را نپذیریم چنانچه که ظاهر عبارت محقق در یک فرهم همین هست، مرحوم محقق در یک از فروعات بسراحت اصل سبب و مسببی را نادیده میگیرد لذا ارز کنم اگر کسی در صبح ارز کنم یقینا وضو داشت نزدیک ظهر شک میکند که وضویم شکسته شد یا باقی استسحاب استصحاب میکند بقای تهارت را ایشون میفرماید این استصحاب بقای تهارت معارض است با استصحاب اشتغال ذمه یقینا زمه این شخص به نماز مشغول بود سابقا فعلا وقتی نماز را با این وضو بخواند شک میکند که اشتغال زمه برطرف شد یا باقی هست استصحاب میکند بقای اشتغال زمه را پس استصحاب بقای اشتغال زمه با استصحاب بقای تهارت با, با هم تعارض میکنند و تساقط این را مرحوم محقق مطرح فرموده است با اینکه شک ما در اشتغال زمه و عدم اشتغال زمه مسبب است از شک در بقای تهارت و عدم تهارت و الا اگر تهارت باقی باشد که یقینا نماز واجد الارکان هست مشغولیت زمه از بین خواهد رفت پس با استصحاب بقای تهارت به عنوان یک اصل تعبدی ثابت میکنیم بقای تهارت را اون وقت اشتغال زیمه هم معنای ندارد و جاری نخواهد شد البته بر اساس مبنای متأخرین که اصل سببی بر مسببی مقدم می شود ولی مرحوم محقق بدون توجه به این اصل اصل سببی و مسببی فرموده است هر دو با هم تعارض می کنند و تساقط اگر این مبنا را کسی داشته باشد شیخ می فرماید در درمان هم امکان دارد من هم استصحاب میکنم بقای تهارت صوب را و هم استصحاب میکنم بقای رطوبت زبابه و پشه را هر دو استصحاب با هم تعارض میکنن و تساقط در نتیجه عرض کنم خدمت با شما بازم دلیلی برای نجاست ما نداریم هر دو اصل وقت تعارض کردن با تساقط اونها قایده تهارت حکم به تهارت لباس خواهد کرد این فرمایش شیخ رضوان الله علی در ادامه فرع اول یا در ادامه مورد اول برای خفای واسطه در کل اینجا شیخ دو تا احتمال رو مطرح کردن و از دو راه خواستن که اینجا عرض کنم تعلیل بکنن راه اول همون است که عرض کنم از طریق استصحاب پیش بیاییم و در واقع بگوییم اینجا استصحاب بقای رتوبت چون اصل مثبت هست پس ارزشی ندارد که در واقع نتیجهش فقدان مقتضی هست گاهی میگویم نخیر خیر خود استصحاب ارز کنم اینجا کاربرد دارد ولی استصحاب تهارت با استصحاب اشتغال زمه با هم تعارض میکنند وقتی هر دو با هم تعارض کردن تساقط در نتیجه ارز کنم خدمت با سادر شما قاعده تهارت بازم حکم بباکی خواهد کرد در هر صورت این دو تا فرع است که یا دو تا حالت است که مرحوم شیخ رضوان الله علی نقل فرمودند در کل تا حدود مسئله برای ما منقه شد که خفایی واسطه چیست و در کجا محقق میشود. و منها اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک فرع دیگری را که برای خفایی واسطه شیخ مثال میزند یا یوم شک دوم در ماه رمضان هست که اینجا هم ارز کنم با اینکه آثار شرعی از آن واسطه هست ولی چون واسطه خفی هست لذا اشکالی ندارد می توان آثار شرعی را مترتب کرد مثلا کسی در یوم شک دوم که روز سوم ماه مبارک رمضان باشد اگر در حال سوم باشد شک بکند که آیا رمضان باقی هست امروز پس در نتیجه روز سوم هست یا رمضان خارج شده است پس اول شوال هست و در نتیجه روز عید هست و روزه گرفتن هم بر من حرام هست راجع به این مثال اشون میفرماید که و منها از جمله اون مواردی که در اون واسطه تخفی هست اصل عدم دخول هلال شوال هست در یوم شک اصل عدم حلول دخول هلال شوال هست در یوم شک در نتیجه ارز کنم وقت استصحاب بکنیم عدم دخول هلال شوال را در یوم شک نتیجهش این است که امروز آخرین روز روزه هست فردا آخرین روز شوال هست اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما وقتی این اثر بار بشود بر اول بودن شوال در فردا نماز عید حرمت روزگیری و مثال ها مترتیب می شود ولی اولیت و آخریت از نظر عرف مهم نیست اگر من استصحاب بکنم عرض کنم عدم دخولی ماه شوال را بقیه ای آثار خود به خود مترتب می شود و دیگر نیازی به عرض کنم خدمت با سادر شما این همه تشکیلات و تفصیلات نخواهیم داشت و منها از جمله اون مواردی که از نظر عرف, خف... عرف خفای واسطه محقق شده است اصل عدم دخول هلال شوال هست در یوم شک دوم یوم شک اول آخر شعبان می شود یوم شک دوم آخرین روز ماه مبارک رمضان می شود که نمیدانیم شوال داخل شد یا نه همچنان رمضان باقی هست در چنین حالتی اس اصالت عدم دخول هلال شوال المثبت که ثابت کننده اصل کون غدهی مربودن فردا را یوم العید اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک که ثابت کننده است مربودن فردا را روز عید و این که امروز عرض کنم خدمت با سعادت شما آخرین روز روزه هست خب آخرین روزی روزه بودن از لازمه عادی اصل عدم دخول هلال شوال هست ولی اثر شرعی دارد که امروز را پس باید چیکار بکنم روزه بگیرم یا فردا اگر اول شوال باشد اول بودن لازمه عادی اصل عدم دخول هلال شوال هست ولی اثر شرعی دارد که حرمت سوم باشد عرض کنم عد بودن باشد و امثال انها. لذا هست که میفرماید اصل عدم دخول هلال شوال در یوم شک که ثابت کننده است مربودن فردار و روز اید پس مترتب می شود بر اون اصل احکام اید نتیجهش آن است که احکام اید مترتب خواهد شد من از از نماز خواندن و غسل کردن و غیر این دو تا از بقیه ای آثار لذا عرض کنم خدمت با ساده شما ایشون می فرمایید علیه احکام العید بعد میفرماید فا مجرد عدم الهلال و درستی که صرف عدم هلال فی یومین در یک روز که روز شک باشد روز سی لا یثبت آخریته ثابت نمی کند آخریت اون روز را که امروز ماه رمضان هست و نه اولیت فردای اون روز را برای شهر لاحق که شهر شوال باشد نمی تواند ثابت بکند که فردا شوال هست و امروز آخر رمضان مثلا لذا هست که ارز کنم که میفرماید فرماید این عدم الهلالک فی یومین لفی یومین لا یثبت آخر بودن اون روز را و نه اول بودن فردای اون روز را برای ماه آینده این قابل اثبات نیست لذا میفرماید که لاکن العرف و اهل عرف نمی فهمن از وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال مگر ترتیب احکام آخریت اون روز را برای این ماه که روزه گرفتن باشد و اولیت فردای اون روز را برای روز دیگر برای ماه دیگر که اید کردن و خرمت سوم و امثال ها باشد لذا فرماید فل اول و اندهوم روز اول در نزد اهل عرف لم یسبق به مثل اون روز است که ارز کنم به مثل خودش سبقت نگرفته باشد لذا وقتی ما فردا را اول ارز کنم هلال شوال قرار میدهیم. مثل فردا در امروز یا چند روز قبل نگذشته است و آخرو متصل به زمانی و روزی روزی کنم آخر اون روزیست است که متصل باشد به زمانی که حکم شده است به مدن اون زمان اول ماهی ارز کنم اول شهر آخر و اول ماه روز دیگر لذا هست که اهل عرف این آثار رو مترتب میکنن اصل عدم دخول هلال شوال یعنی امروز را حتما به نیت رمضان روزه بگیرد یعنی فردا را حتما باید چیکار بکنی عید بکنی حالا این آثار قهرن هم بر فردا و امروز بار می شود لذا هست که ارز کنم اگر کسی اینجا تصور بکند که واسطه ای در کار هست و اون واسطه هم ارز کنم خدمت شما نقش بازی کرده است نخیر لذا فرماید عرف نمی فهمن از وجوب ترتیب آثار عدم این رمضان و عدم دخول شوال مگر ترتیب احکام آخریت اون روز را برای یک ماه و اولیت فردای اون روز را برای ماه دیگر پس اول در نزد اهل عرف اون است که سبقت نگرفته است به مثل خودش و آخر اون روز است که متصل شده است به زمانی که حکم شده است به بودن اون زمان اولی ماه دیگر به همین جهت هست که از نظر شیخ رضوان الله علی اینجا با این که واسطه هست ارز کنم اولیت و آخریت و آثار هم از آن اولیت و آخریت هست ولی اشکالی نداره درس کنم اولیت و آخریت واسطه خفی هست آثار مترتب می شود لذا شیخ میفرماید و کیفه کنه هر گونه ای که باشد بحث و قانع شده باشید یا توضیح ما پس معیار خفا خفا هست توسط امر عادی و عقلی به حیث که شمارش بشود آثار ارز کنم اون امر عادی و عقلی آثار برای نفس یک مستصحب این گونه باید باشد بیشتر از اون مخفی بودن لازم نیست در هر صورت تا اینجا فرع دوم رو هم برای شما بیان کردیم که با توجه به خفای واسطه عمل به استصحاب اشکال ندارد بعد در ادامه مرحوم شیخ میفرماید و رو به ما تمسک و چی بسا تمسک می شود در بعض موارد اصل مثبت به جریان سیره یا اجماع بر اعتبار اصل مثبت اونجا لذایشون می که گاهی تمسک می شود در بعض موارد اصل مثبت به جریان سیره یا اجماع بر اعتبار اصل مثبت در آن مورد مثل چیک مثل اجرای اصل عدم حاجب در وقت شک در وجود حاجب بر محل غسل شستشو دادن یا مسح کردن به خاطر چی؟ به خاطر اثبات غسل پست و مسح اون پست المأمور به ما به حفظ مست و پست در وضوع و غسل لذا هست که مرحوم شیخ میفرماید وقتی شما می اصل عدم حاجب من خواستم وضو بگیرم نمیدانم که آیا اینجا رنگ قلم هست که مانع از رسیدن آب بشود یا نه اصل عدم حاجب اینجا جاری می شود وقتی اصل عدم حاجب جاری شد عرض کنم خدمت با سادر شما نوبتی به عرض کنم که بقیه بحث می رسد لذا فرماید مثل اجراعی اصل عدم حاجب در صورت شک در وجود حاجب بردست بر محل غسل یا مسح خب استصحاب میکنم عدم حاجب را میگویم یک ساعت قبل یقیما دست من رنگ قلم نداشت فعلا شک دارم استصحاب میکنم عدم حاجب را وقتی این استصحاب صورت گرفت به خاطر اثبات غسل بشره پس رنگ در کار نبوده است که آب به پوست طرف رسیده باشد و همچنین و مسحها المأمور بهما و همچنین عرض کنم خدمت با سعادت شما مسحها مسح اون بشره المأمور به ما بالمسح والغسل في الوضوء والغسل آیا در جای مسح من حاجب هست یا نه اصل عدم حاجب پس در نتیجه عرض کنم مسح کردن من اشکالی ندارد با این که مسح کردن در این موارد عرض کنم یک واسطه هم دارد ولی اون واسطه را اهمیت نمیدهیم لزام فرماید به خاطر اثبات غسل بشره و مسح اون بشر المأمور بهما ما فی و الغوصل. در نتیجه عرض کنم خدمت با سعادت شما اینجا وقتی شما اصل عدم حاجب را جاری میکنید پس میگویید عرض کنم آب به این پست من رسید و در نتیجه وضوی من صحیح هست اینجا هم اصل مثبت هست ولی فرمودن در این اصل مثبت جریان سیره را داریم که خودش دلیل هست اگر متصل به زمان معصوم باشد یا اجماع را داریم که اون هم عرض کنم اگر متصل باشد حجیت دارد رضا می فرماید که وفیه نظرون و نظر شیخ رضوان الله تعالی علی این مسئله جای تعمل دارد در هر صورت تا اینجا دو تا فرع مهم را در پایان تنبیه ششم محضر شما عرض کردیم هدف از آوردن عرض کنم این مثال ها یا این دو تا فرع که بودن هدف اصلی شیخ این است که گاهی ممکن است به اصل عمل بکنیم به خاطر خفای واسطه و شما خیلی زیاد تعجب نکنید. این تمام بحث در تنبیه ششون. تنبیه هفتم که ارز کنم راجع به اصل حدوث حادیث هست مثل تنبیه ششم پیچیده هست. انشالله در درس بعدی تنبیه بعدی پیگیری خواهد شد. الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد